بریم سراغ پارت سوم. حالا 1 ساعت 5 دقیقه هستش که اینجاییم. هر وقت هم خسته شدید به من بگید، حالا کلاس رو من تا موقعی ادامه میدم که شما خسته بشید که بریم یه چند دقیقه استراحت کنیم دوباره بیم ادامهش. خب بریم سراغ بیس HTML. من یه تکستی رو اینجا باز میکنم و میخوام در مورد صفحات HTML صحبت کنم. دسکریپشن می‌نویسم اینو و میام اینجا این رو باز می‌کنم. خب صفحات HTML اصطلاحاً از بذار اینجا رو من باز بکنم، مثلا این صفحه ای رو باز بکنم مثل چی که سفید رنگ هم بشارم. صفحات HTMLی که دارید شما می‌بینید، حالا یه همچی چیزی رو دارید می‌بینید، از یه سری کد تشکیل شده، یه از یه سری در واقع از یه قالب یا تمپلیت تشکیل شده که من میخوام این تمپلیت رو بشناسم. این تمپلیتی چیه؟ این تمپلیتی که شما میبینیدش در واقع اومده و به این صورت تشکیل شده، HTML باز و HTML بسته. خب این چی هست؟ اولا به اینا میگن تگ های HTML، تگز، تگ های HTML یا سینتکس های HTML که قرار هستش باش آشنا بشیم. تگ در نظر میگیره تمام چیزهایی که قرار هستش ما تو صفحات HTML استفاده بکنیم، به صفحه HTML استفاده بکنیم، اصلا بهشون میگن تگ. مثل چی؟ مثلا پاراگراف، هدینگ ها، حالا به مرور زمان چه میدونم IMG، انکر یا لینک یا و و و و حالا هرچی که میایم توی صفحات HTML استفاده میکنیم اصلا بهشون میگن تگ. خب تگ ها به دو صورتن. من الان ببینید اینجا گذاشتم چون دیگه صفحه نقاشی هم بذارم پینت هم بیارم بالا. صفحات در واقع صفحات HTML که شما دارید میبینید، حالا یه صفحه باشه که به این صورت هستش یا HTML. HTML هم که میدونید چی میشه دیگه، حالا اگه هم نمیدونید اینجا بهتون میگم هایپر لینک، هایپر تکست مارکاپ لنگویج. با هایپر تکست خیلی قشنگ من می‌نویسم مارکاپ، ببخشید دیگه دست راست نیستم من، لنگویج هم دیگه تهش خودتون بفهمید. این مارکاپ در واقع زبان نشانه گذاریه، لنگویج هم که تهش هستش یعنی زبان نشانه گذاری. هایپر تکست هم ابر تکست. یعنی چی؟ یعنی یه سری متن که در واقع شما میاد تو صفحات وب در واقع می‌نویسید، یه سری قیافه یا یه سری شکلی میاد تو صفحات وب قرار می‌گیره، میشه HTML. حالا به وسیله یه سری نشانه گذاری ها مثل حالا تگ های پی، آی ام جی، پاراگراف، چه میدونم انکر، یو ال ال آی، او ال ال آی دیگه، چه میدونم تیبل، فوتر، نف و و و هر چی که هستش، همه اینها هستن. بذارید من ایشون رو پاک بکنم اینجا. پس این صفحه HTMLی هستش که شما اینجا دارید میبینید. خب این HTML، حالا میخوام زبان در مورد زبان HTML صحبت کنم. زبان HTML چه جوری هست؟ ببینید زبان HTML که میخواد شما بنویسید به دو صورته، یا تگ ها که توش هستن اصطلاحا پیرزن، جفتن یا سینگلن که یاد میگیرید پیرز ها کدومه، سینگل ها کدومه. چند تا سینگل داره و بقیه‌اش هم همه پیرزن، اصطلاحا جفته. چجوری هم؟ شما میای یه علامت کوچیک‌تر میذاری، یه تگ توشه، خب این علامت بزرگتر توش قرار میگیره و یه اسلش، علامت کوچیک‌تر اسلش، تگ بسته میشه. خب به این شکل. و هرچی که این وسط نوشته میشه، این وسط میاد نوشته میشه با توجه به این تگی که شما دارید استفاده میکنین، میاد استایل اون تگ رو میگه. خب مثلا حالا میبینید من میام یه تگ استفاده میکنم به نام H1، بینش یه چیزی مینویسم، H1 رو میبندم. خب این چیزی که این وسط نوشته شده میاد استایل مربوط به این H1 رو میگیره. حالا استایل که نه، یه جورایی فیچر، ویژگی های
این H1 رو میاد میگیره. حالا مثلا اگه H2 بذارم همینطور، چه میدونم پی پاراگراف بذارم همینطور، A بذارم انکر همینطور، همشون یعنی هرچی تگ میاد استفاده میکنید که جفت هستن. پس تگ های جفت اگر خواستید استفاده بکنید، که حالا یاد میگیره تگ های جفت کدوم ها هستن، بین تگ هاتون میاد دیتا قرار میگیره. یعنی من اینجا H1 دارم، H1 باز، H1 بسته، به ایشون میگن در واقع تگ کلوز. خب این که اسلش داره بهش میگن کلوز، این رو بهش میگن اوپن. این که اسلش نداره یا همون اول قرار میگیره، این اولیه قرار میگیره، بهش میگن تگ اوپن شد و تگ کلوز شد. خب شما باید حتما حواستون باشه اگر تگ رو میاد استفاده میکنی، این تگ ها رو میاد استفاده میکنی، حتما اوپنش میکنی، حتما باید ببندش. چرا؟ چون اینا تگ های جفتن. حالا تگ هایی که سینگل هستن اون روز همشون آشنا میشه، مثل IMG، مثل متا، مثل PR، مثل HR، اینا تگ های سینگل هستن که حالا قاعده استفاده کردن خودشون دارن، خیلی هم ساده. پس تگ های پیرز که حالا قرار است شما باشون کار بکنی، میاد بینشون دیتا قرار میگیره. خب پس میاد بینشون دیتا قرار میگیره. خب من میخواستم فقط بدونید که زبانی که شما در واقع HTMLی که میخواید استفاده بکنی، به دو صورت توش دیتا قرار میگیره، یا پیرز یا سینگل. خب پس فهمیدیم که به چه صورت هستش. بریم در مورد خود تمپلیت یک صفحه وب صحبت کنیم، ببینیم تمپلیت یک صفحه وب چجوریه، بعدش بریم شروع کنیم در مورد دیتا گذاری توش صحبت کنیم. خب بیایم اینجا و در مورد یک صفحه وب صحبت کنیم. خب اگه فرض کنیم صفحه وب، خب HTML، صفحه HTML، HTML 5 ها. من در مورد HTML 5 صحبت میکنم. الان همه صنعت ها HTML 5 ها. همه سایت هایی که طراحی میشه، اگر از که سایتی در واقع HTML 5 نباشه قدیمیه، چجوری هم میفهمید الان بهتون. اگر بخواید بفهمید یک سایت HTML 5 هستش، باید اون بالای بالا این مقدار رو داشته باشه، doc type HTML. بریم ببینیم سایت من داره یا نداره. اینجا من میام یه کنترل یو میگیرم، میبینم این بالای بالا مقدار داک تایپ HTML رو داره. پس این از صنعت HTML 5 داره استفاده میکنه. یه علامت سوالی نشد که من نذاشتم، حالا میتونست در واقع بیاد به این صورت باشه، یعنی علامت تعجب بهش. خب پس هر سایتی که بالاش این مقدار رو داشته باشه، هم داک تایپ HTML رو داشته باشه، یعنی داره از صنعت چی استفاده میکنه؟ HTML 5. من میام اینجا دیجیکالا رو هم همینطوری میرم سرچ میکنم، ببینم ایشون هم همینجوری هستن یا نه. میبینید ایشون هم HTML 5 یا آپارات. کنترل یو رو میزنم و میام اینجا اینا هم میبینم. پس سایت هایی که همین جدید هستن در واقع چه صورت HTML 5. خب من فهمیدم که پس یه سایت بخواد از نوع صنعت HTML 5 باشه، باید بالاش حتما این مقدار رو داشته باشه. یک. دو، شما بخواید استراکچر یا قالب یا تمپلیت یک صفحه وب رو درست بکنید، باید بین دو تا تگ اسیر باشه، بین دو تا تگ HTML، HTML open و HTML بسته. پس من دو تا تگ دارم، HTML باز و HTML بسته. ایشون اوپن میشه و بهتون چند رو پیش داشتم گفت، ایشون هم میشه کلاس. پس من دو تا تگ خواهم داشت برای طراحی کردن وبسایت. طراحی کردن وبسایت یه صفحه اولیه، من میخوام این صفحه رو طراحی بکنم، حالا من میخوام همینجا همین کار رو انجام بدم، میخوام این صفحه HTML رو بسازم، یک صفحه HTML قرار هستش که بسازم و بعدم بیام کلی چیز بهش در واقع اضافه بکنم. از دو تا تگ در واقع تشکیل میشه، تگ در واقع اوپن HTML و تگ کلوز HTML. خب دو تا تگ نگیم بهتره، بگیم همون تگ باز و بسته HTML. پس صفحات وب همه باید کلمه کلیدی یا تگ کلیدی HTML رو داشته باشم. میریم چک میکنم ببینیم واقعا همینجور هستش یا نه. باز هم میاره کد رو میذارم، کنترل یو رو میذارم،
نگاه کنید اول اولش اومده HTML باز شده، ایشون پدر همه تگ هایی هستن که اینجا هستن. پدر اینا چیه؟ حالا جلوتر بهش میرسید. نگاه کنید این HTML بازه، این پایین نگاه HTML در نهایت بسته است با چی؟ اسلش. پس حواست باشه من چی دارم؟ یک مقداری دارم به نام HTML باز و یک مقدار دارم به نام HTML بسته. ایشون اوپنه، ایشون کلوزه، همون تگ باز و بسته HTML. پس صفحات وب، همه یه صفحه های وب که توی دنیا وجود دارن، اول اولشون که بخوان جنریت بشن یا تولید بشن HTML باز، HTML بسته. بین این حالا هر چی قرار بگیره میشه چی؟ میشه قالب ما. خب HTML ما از دو تا قسمت تشکیل میشه، این رو بدونید. HTML ما، قالب ما از دو تا قسمت تشکیل میشه، عین شماها که از چند تا قسمت تشکیل میشه. مثلا یک انسان یه سر داره، یک بالاتنه داره و یک پایین تنه. خب اینجا هد شماست، سر شماست، این بالاتنه شماست و این هم پایین تنه شما. هیچ فرقی نمیکنه، همه انسان های همین شکلی. اگر نبود انسان ناقص میشه، معلول میشه، کاری نداره میشه. خب از HTML شما از دو تا قسمت تشکیل میشه، یک هد یا سرش که حالا بعدا بهتون میگیم چه چیزا اینجا قرار میگیره، دو بادیش. بادی چیه؟ هر چی تو بادی مینویسی چی میشه؟ کاربر میبینه. توی هد هر چی مینویسی کاربر نمیبینه ولی اثراتش رو میبینه. پس توی هد هر چی مینویسی کاربر نخواهد دید. مثلا CSS توش قرار میگیره، اثرات CSS رو میبینی. جاوا اسکریپت ممکنه قرار بگیره، اثرات جاوا اسکریپت قرار میگیره. چه میدونم متات قرار توش قرار بگیره، اثرات متات روی سایتت قرار میگیره. مثلا SEO قرار میگیره، اثرات SEO یه سری تگ ها یا الگوریتم های SEO میاد قرار میگیره، اثراتش رو خواهی دید روی وبسایتت. خب پس توی هد هر چی که قرار میگیره اثراتش هستش که حالا میتونه روی بادی یا روی وبسایت شما قرار بگیره. پس HTML شما از دو تا قسمت تشکیل میشه، از هد باز و بسته و چی؟ تگ بادی باز و بسته. سه تا تگ شما امروز الان یاد گرفتید، تگ هد باز و بسته و تگ بادی باز و بسته. این مقدار من بعد خطم میگم به خاطر اینکه این موس سمت راست دسته من، من دست راست دست چپم. یه مقدار که خیلی بد شده، هر کی ببیندش نمیفهمه چی، ولی خب وایس هست روش متوجه میشه. پس HTML از دو تا قسمت تشکیل شده. من میام اینجا شروع کنم نوشتم، میام که HTML باز، HTML بسته. خب بینش میدونم از چه چیزهایی تشکیل شده، بذار اینا رو هم مرتب بکنم. میدونم که ایشون از هد باز و هد بسته تشکیل شده و یه دونم بادی باز و بادی بسته. خب پس هد من یا تمپلیت من یا قالب من این اینه که مثلا من رو داری کامل میبینی. من از چه چیزی تشکیل شدم؟ مثلا یه سر داره، یه بالاتنه و یه پایینتنه. اینم HTML همینه. شما در واقع HTML دو تا قسمت تشکیل شده، یه هد داره، یک بادی. خب بریم ببینیم این الان به من خروجی چی میده. من این رو میام یه فایل میزنم، یه سیو از میزنم. ببینید پسوندهای HTML HTMLه. این میبینی پسوندش TXTه. شما عوضش کنید بکنید HTML. آه میشه در واقع من نوشتم الان یه صفحه درست کردم به نام Description HTML. میزنم الان ببینید برای من این صفحه وب رو توی صفحه درست کرده. میبینید HTML در واقع Description HTML. روش کافیه که کلیک بکنم. اومد برای من دیسکریپشن، اینا اسمش دیسکریپشن HTML و اینم آدرسشه. اومد برای من رانش کرد. اگر کنترل U رو بزنم میبینید برای من هیچ ایرادی نگرفته. میگه این بنده خدا HTML باز کرده، یه HTML بسته، یه هد باز کرده و یه هد در واقع بسته و بادی رو باز کرده، بادی هم بسته. این اولی صفحه قالب صفحه وبی ازش من درست کردم و هنوز هیچی توش قرار ندادم. خب بریم ببینیم که چه چیزایی دیگه میتونه تو این قرار بگیره. ببینید تو این بپرس سوال،
نه، نگاه کن، اینا جدا هستن دیگه. بذار اینجا توضیح بهتون بده، ولی در آینده میخواستم بگم، توی سی اس اس میخواستم بگم. نگاه کنی، هر تگی که توی دل تگ دیگه قرار میگیره، ببینید الان هد و بادی توی دل اچ تی ام ال، یعنی چی توی دلش؟ نگاه کن، این اچ تی ام ال رو که شما باز میکنید، بهتون گفتم بینش در واقع میتونید دیتا بذارید، این اچ تی ام ال رو هم میبندمش، خب این اسلش رو هم حتما یادتون باشه. هر چی که میاد بین اینها قرار میگیره، خب میشه فرزندش. الان نگاه کن، هد چیه؟ فرزند اچ تی ام ال حساب میشه، یا بادی فرزند الان اچ تی ام ال در واقع حساب میشه. قانونه، روله، یعنی توی جامعه جهانی اومده تعیین شده که هد و بادی جفتشون فرزند اچ تی ام ال حساب میشه. خب یک، دو، هد و بادی کنار هم دیگن. اگر تگی کنار تگ دیگه ای بود به این شکل، یعنی اینا با هم دیگه خواهر و برادر، اصطلاحا بهشون میگن سیبلینگز. خب یعنی این بادی که دارید شما میبینید کنار هد اومده قرار گرفته، به اینا میگن سیبلینگز. میبینید بادی نیومده بره توی هد، نیومده بره اینجوری توی هد، نگاه کن نیومده توش قرار بگیره. اگه من میام توش قرار بدم، یه اتفاق یا فالت خیلی بزرگه، در واقع اشتباه خیلی بزرگی کرده، اصلا در واقع صفحه ویب شما قرار نیستش که بادی بیاد توی هد قرار بگیره. اگه شما این کار رو بکنید، یعنی فالت یا اصلا اشتباه خیلی بزرگ رخ داده، صفحه ویب شما توسط گوگل دان میشه. وقتی هاستت بره بالا میگه این اصلا معلومه چیه، معلومه چه جوری طراحی کرده، اشتباه کامل، و شما رو بعد یه مدت چیکار میکنه؟ سایتتو میبنده. خب میام اینجا، پس توی هد قرار هستش که چی قرار بگیره؟ یه سری تگ بهتون میگم. توی بادی هم که کلا قرار هست چی قرار بگیره؟ دیتاهای شما اومده قرار بگیره. حالا بعدا در مورد دیتاهاتون صحبت می‌کنیم که چه دیتاهایی قرار بگیره. تمام تگ هاتون میاد اینجا قرار میگیره، تمام اسکریپت هاتون میاد اینجا قرار میگیره، بعدا در مورد صحبت می‌کنیم. پس هد و بادی چی ان؟ کنار هم دیگه. یعنی شما حق نداری که بیای بادی رو توی هد قرار بدی، یا هد رو بیای توی بادی قرار بدی. این دو تا کنار هم دیگه. نگاه می‌بینید این هده اینجا هستش، بادی اومده دقیقا زیرش، اومده پاسو بسته شده. پس اینها کنار هم دیگه هستن. بعدا یاد میگیری که هدهای در واقع تگایی که کنار هم دیگه هستن، اصطلاحا بهشون میگن خواهر و برادر یا سیبلینگز. از همین الان تو ذهنتون داشته باشه، الان ببینید دو تا با هم دیگه خواهر و برادر هم کنار هم دیگه، ولی جفتشون اصطلاحا تو دل اچ تی ام ال هستن. یعنی الان توی باز و بسته HTML اومدن اینا قرار گرفتن. پس اینها که اومدن توی دل HTML قرار گرفتن، اصطلاحا میشن فرزند HTML، ولی وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن میشن چی؟ سیبلینگز یا خواهر برادر. اگه سوالی نیست بریم مبحث بعدی. کلاس هم ضبط میشه. آقای فروتن یا خانم فروتن، نمیدونم اسمتون چیه. خب بریم مبحث بعدی. توی HTML در واقع من اومدم HTML که اینجا باز کردم، HTML رو بسته، حالت من داک تایپ رو نذاشتم. حالا شما باید بذاریدش، داک تایپ اینو بذارید، HTML بهش داک تایپ HTML رو بذارید، که یعنی که آقا ما میخوایم از تک ها یا صنعت کلا HTML 5 استفاده بکنیم و ایشون برای ما ساپورت میکنه. خب این اصطلاحا بهش میگن امضا یا ساین. خب ساین در واقع HTML 5، یعنی شما هر جا دیدید که ایشون وجود داره، یعنی اینکه اون سایت رو با HTML 5 در واقع زدن و ساپورت میکنه HTML 5. خب بریم مبحث بعدی. آیا من میتونم توی هد تگ تگ‌های مربوط به خودش رو قرار بدم؟ آره، اولین تگی که ما قرار هستش توش قرار بدیم یه تگ باز و بسته هست به نام تایتل. گفتم که تگ پیرز یا باز و بسته، هر چی که تگ اومد اینجا قرار گرفت که باز و بسته بود، ایشون اوپنه، ایشون کلوزه. هر چی که اومد تگ تعریف شد به این صورت، شما وسطش هر چی که بنویسید میاد استایل مربوط به ایشون یا فیچرهای مربوط به ایشون رو میگیره میاد نمایش میده. خب ما توی هد گفتیم که هر تگی یا هر چیزی که توی هد قرار میگیره میاد اثراتش رو روی صفحات به میذاره. خب اولین چیزی که میخواد اثر رو بذاره برای ما تایتل، قرار هستش که بیان اسم اینجا رو ببینید، وبسایت مثلا نوشته الکو، من روشم هاور بکنم،
میبینی نوشته الان میرسه وبسایت آموزشی الکو، مثلا lekod.iranzamin.com. خب الان میبینی نوشته description.html. من نمیخوام اینو بنویسم، برای چی اینو نوشته؟ دیفالت اومده اسمی که اینجا وجود داره رو اینجا قرارش داده، من میخوام این رو عوض بکنم، مثلا بنویسم وبسایت آموزشی برنامه‌نویسی یا الکترونیک یا کامپیوتر، فرقی نمیکنه. میام اینجا این تایتلی که شما دارید میبینید، تایتل در واقع همین هستش، این تگ تایتلی که استفاده میکنید برای این هستش که این در واقع پنجره بالا رو، این مقداری که توی این پنجره بالا هستش رو تغییر بدیم. مثلا من می‌نویسم هوم پیج، مثلا هوم پیج رو نوشتم، کنترل اس میزنم، این کنترل اس زدم، الان اومدم رفرش کردم، می‌بینید هوم پیج شد. پس من اومدم خیلی راحت از این تگ تایتل استفاده کردم برای اینکه تاثیر بذارم رو صفحات وبم. اولین تگی که من اومدم اینجا استفاده کردم توی هد، الان تایتل اصطلاحاً الان بچه صدای من رو داری؟ بریم آخر مطلبی که گفتم فکر کنم اینجا بودش دیگه، اینجا رو داشتید؟ تایتل رو من گفتم درسته؟ اگر تایتل رو گفتم به من اعلام کنید. خب من اومدم اینجا گفتم که تایتل رو باز میکنیم و تایتل رو میبندیم و حالا من این مقداری نوشتم، مثلا هوم پیج، مثلا شما ممکنه بنویسید چه میدونم، مثلا بنویسید وبسایت، مثلا توتوریال، مثلا پروگرامینگ، خب یه همچین چیزی رو بنویسید. خب طبیعتا یه کنترل اس بزنید، الان بیاید اینجا و یه رفرش بکنید، میبینید که ایشون عوض شد و اومد به این صورت قرار گرفتش. خب پس ما اولین تگی که یاد گرفتیم اینجا، منهایی که حالا HTML و هد و بادی رو یاد گرفتیم، یه تگی دیگه یاد گرفتیم به نام تایتل. برای چی؟ برای تاثیرگذاری روی ایشون، روی در واقع اسم وبسایت، توضیحات در واقع صفحات وب. خب این هم به این صورت. اگر سوالی نیست برید انجام بدید، من فیلم رو هم نگه دارم، این رو انجامش بدید و بعد اگر سوالی داشتید یه رو برید انجام بدید، بعدش من میام و تصویر نیست اینا الان نمیبینید صفحه سفیده رو؟ او صفحه رو شیر کردم. الان چی؟ الان صفحه هست؟ فکر کنم شما دیر اومدید یه مقدار. الان صفحه هستش؟ الان صفحه سفید رو کلا نمی‌بینید؟ میخواید یه دفعه خارج شید دوباره وارد شید؟